سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. روزایی میرسن که وقتی به پشت سرتون نگاه میکنید بابت هر اتفاقی که در زمان خودش رخ داده یا خوشحال میشید یا ناراحت. بنابراین شاید بهتر باشه گاهی هم پای گوش دادن به حرفایی بشینیم که تجربه موجود در اونا میتونه برای آینده تعیین کننده باشه. اون چه پیش روی شما قرار داره نتیجه یک تحقیقه. مختصر و مفید در 3 نکته ارائه شده تا شاید شما در پنجمین دهه زندگیتون بابت اونچه که در فاصله زمانی 30 تا 40 سالگی به خصوص به لحاظ کاری انجام دادید پشیمون نباشید، بلکه برعکس خوشحالم باشید. حالا بریم سراغ این تحقیق. این تحقیق با این سوال شروع شد: باید در دهه 30 زندگیمون چی کار کنیم تا فواید اونو در دهه 50 زندگی و بعد از اون ببینیم؟ بیش از 1500 فرد سالمند به این سوال جواب دادن. اونا بی دریغ تجربیاتشون رو در اختیار این تحقیق گذاشتن. برخی از اونا در 90 سالگی حسرتایی رو داشتن و بابت اونچه که در گذشته انجام داده بودن یا نداده بودن احساس پشیمونی می کردن و این تأسف درست در سالهایی از زندگی همراهشون شده بود که دیگه راهی برای برگشت به عقب و جبران اون وجود نداشت. اونا در واقع درباره دوره 20 ساله‌ای از زندگیشون گفتن که شامل 30 تا 50 سالگی میشه. روزایی که انتخاب‌ها، تصمیم‌ها و سبک و سیاق زندگی درست در همون مقاطع میتونه آینده و دوران میانسالی و سالمندیتون رو کاملا تحت تأثیر قرار بده. پس در هر کجای دنیا که زندگی می کنید، گاهی باید به این تجربیات دقیق بشید. چون شاید صدای زنگ هشداری تو ذهنتون بلند بشه که بتونه آینده شما رو تغییر بده و این تغییر هیچ چیز جز یک ابراز رضایت از ته دل بابت زندگی گذشته نیست. همین که در سالمندی بگید اگه بازم متولد می شدم همین طور زندگی می کردم کافیه. حالا بریم سراغ این 3 نکته برآمده از این تحقیق. نکته اول، انتخاب شغل. شغل شما باید پاداشی درونی برای روح و روانتون برمغان بیاره. بیشترین نکته ای که افراد سالمند درباره اون طی این تحقیق صحبت می کردن همین موضوع بود. یعنی سراغ شغلی برید که دوستش دارید. اونا همگی بر این عقیده بودن که اگه شما شغلی رو انتخاب کنید که حتی درآمدش کمتر باشه اما دوستش داشته باشید، باید براتون در اولویت قرار بگیره. مگر نه سراغ شغلایی میرید که ناخودآگاه تمام طول هفته رو منتظر آخر هفته ها و تعطیلات هستید. نکته، میدونید معنی این یعنی چی؟ یعنی اینکه شما باید شغلتون رو بخشی از زندگیتون بدونید، با اون زندگی کنید و از اون لذت ببرید. پس دنبال شغلی برید که با اون زندگی کنید، نه اینکه تو زندگیتون شغلتون رو تحمل کنید. حالا میرسیم به دومین نکته این تحقیق. یعنی بگید بله. همه ما تجربه داشتن دوستا و همکارایی رو داشتیم که در زمینه کاریشون باریکترین خط فکری رو گرفتن و جلو رفتن، بدون اینکه میلیمتری از این مسیر تنگ منحرف بشن. شاید شعار اونا این باشه که کوچیک فکر کنیم. شاید خودشون ندونن، اما اونا در سوله های تنگ و تاریک فکریشون گیر افتادن. تو چهار دیواری محل کارشون محبوس شدن. تو همون اتاقکایی که حتی پنجره هاشو رو به هوای آزاد باز نمی کنن. در واقع موضوع اینه که اونا نمی خوان از حاشیه امنیتی که برای خودشون درست کردن بیرون بیان. این روش یه اشتباه بزرگه. شما باید تو کارتون انواع چالش ها رو تو موقعیت های مختلف تجربه کنید و تا جایی که ممکنه به این چالش ها و مواجه شدن با اونا بله بگید. تو همین تحقیقات یکی از بیشترین افسوس ها بابت موقعیت هایی بود که پشت در خونه ی افراد اومدن، در زدن، اما کسی در رو به روی اونا باز نکرد و حالا بعد از سالها صرفاً افسوسه که از همه ی اون فرصت ها باقی مونده. فرصت هایی پر از چالش که از ترس همین چالش ها سوخت شدن. حالا میریم سراغ نکته سوم. یعنی درباره توانایی های اجتماعیتون فکر کنید. اگه میخواید درباره زندگیتون در دوران سالمندی احساس خوبی داشته باشید، باید توانایی های اجتماعیتون رو ارتقا بدید.
افراد سالمندی که در این تحقیق شرکت کردند، از صدها شغل و موقعیت‌های کاری مختلف انتخاب شدند. اونا آدمای زیادی رو دیدن که تو کارشون موفق شدن و در طرف دیگه افرادی رو دیدن که در همین زمینه شکست خورده و سقوط کردن. حالا چرا این همه تفاوت بین آدم‌ها وجود داره؟ فرقی نمی‌کنه شما چقدر با استعداد باشید. مهم نیست شما چقدر درخشان باشید. مهم اینه که شما تا چه اندازه از مهارت‌های درونی برخوردارید. این مهارت درونی همون روابط اجتماعی و عمومی شما با دیگرانه. همه ی افراد سالمندی که در این تحقیق تجربه‌شون رو در اختیار دیگران قرار دادن، گفتن ورای شغل و حرفه‌ای که شما دارید و انرژی که برای کارتون خرج می‌کنید، باید تلاش برابری رو برای بالا بردن سطح روابط اجتماعی خودتون با دیگران تو برنامه زندگیتون بگنجونید. در همین تحقیقات اون عده که هرگز در روزهای جوانی سراغ ساختن روابط اجتماعی بهتر نرفتن ابراز پشیمونی کردن. در آخر باید بهتون بگم شاید این تجربیات امروز فقط براتون مسائلی ساده و پیش پا افتاده به نظر برسه، اما ممکنه تو روزای 50 سالگی به بعد ورق برگرده و بابت جدی نگرفتن همچین مسائلی خودتون رو بدجوری سرزنش کنید. پس طوری زندگی کنید که دوران میانسالی و سالمندی وقتی یاد گذشته میافتید، لبخندی از سر رضایت قلبی روی صورتتون نقش ببنده. در انتها فراموش نکنید که این برنامه رو حتماً با دوستان و عزیزانتون به اشتراک بگذارید. برای بررسی 8 چیزی که هرگز نباید به کسی بگید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه، تعیین اهداف اولین قدم برای تبدیل نشدنی ها به شدنی هاست. پیروز و موفق و سربلند باشید.